اگر مسلمانی واقعی هستی این ویدیو رو تا آخر تماشا کن، زیاد وقتت رو نمیگیرم، بیشتر از 2 دقیقه. مسلمانی واقعی رو چگونه میتوان شناخت؟ مسلمانی واقعی کیست؟ کسی که از کشورهای اسلامی اومدن در کشورهای اروپایی زندگی میکند، در کشورهای کفری، در کشورهای غرب زندگی میکند. به این دلایل زمانی که من و تو در افغانستان زندگی میکردیم، پدر بود، مادر بود، برادر و خواهر بود. پدر ما میگفت برو بچه نماز بخوان، او بچه زنا نکو، او بچه قمار نزن، او بچه شراب نخو، او بچه قیادم های خراب نگر. میگفت نمیگفت؟ میگفت. از خاطر گفت مردم میرفتیم در مسجد نماز میخوندیم. میخوندیم؟ نه، میخوندیم. که نگوید که بچه فلانی بی نماز شده، بچه فلانی نماز نمیخونه، پدرش سعی کنه نماز بخونه، این نمیخونه. میگفت نمیگفت؟ بله میگفت. حال آمدیم در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنیم، در یکی از کشورهای کفری، در کشورهای غرب زندگی میکنیم. اینجا دیگه معلوم میشود که آیا تو مسلمانی واقعی هست یا نیستی، چون در افغانستان یا در ایران یا در کشورهای اسلامی زورکی مسلمان بودی، زورکی، نه به میل دل خود. حال اینجا آمدی، همه چیز در اختیار تو هست، فامیل نیست، پدر و مادرت هم نیست که برای تو بگه برو بچه فلان کارا نکو، فلان کارا بکو. مردم هم تو رو نمیبینه که تو آیت و صفیم اولی مسجد باشی یا نباشی. نه، مردم هم نیست. اینجا دیگه تو هستی، خودت هستی و خدایت هست. اینجا دیگه تصمیم دست خودت هست که خدا را عبادت بکنی یا نکنی، زنا بکنی یا نکنی، شراب بخوری یا نخوری، کارای ناشایسته انجام بدی یا ندی. اگر ندی، بدان 100% تو مسلمانی واقعی هستی، در این شکی هم وجود ندارم. اگر در همین وضعیت باز هم خدا را فراموش نکردی، خدا را عبادت نکردی، در کشورهای کفری آمدی، یک وقت نماز تو بهتر از 1000 نماز کسانی که در افغانستان نماز میخونن از او کده بالاتر هستن. پس این را بدان، اگر تو کسی هستی که عوض نشدی، مرا امین الان که توی که مرا میبینی، اگر تو کسی هستی که تا حال عوض نشده ای و همان گونه که در افغانستان بودی فعلا در کشورهای غرب هم هستی، تو بدان 100% مسلمانی واقعی هستی. خوش به حالت. سلام علیکم. حال میتوانید ویدیو را بکشید بالا.